آدرسه، دوباره باید ساعت 7 صبح پاشیم. تازه معلم پرورشی هم هست. لعنت بهش. پس به احتمال زیاد امتحانام حضوریه. آره ایم و بدبخت. نظر من بهتره که کرونا بگیریم و نریم مدرسه. نظر مثبت تو چیه؟ نخوندی؟ سلام به بچه‌های گل و عزیزی ممنتو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زیر فشارهای زندگی ایدز نگرفته باشین. خوب امروز اومدیم که 8 تا از خفن‌ترین و ناموسی‌ترین و پشپیزون‌ترین دشمنای بدمنو بدون معرفی کنیم و اگه دوست داشتین لایک و کامنت فراموش نشه. شماره 8 مترسک. این داداشمون مترسک یه روانپزشک بوده که توی تیمارستان کار میکرده و یه روزی به دلایلی که اسپویل داره دیوونه میشه و میره تمام شهر رو با گاز توهمزا آلوده میکنه. این بتمن هم که مثل همیشه فشاری میشه و میره که دهنشو سرویس کنه، اما خودش هم آلوده میشه و از ترس اون توهمام که شده شلوارش سنگین میشه، ولی آخرش بازم به دلایلی که اسپویل داره خود مترسک هم با این گاز مسموم میشه. این توهمی هم میزنه که ادیتورا و نویسنده‌های ممنتو هم سر ساخت ویدیو نزدن. شماره 7 مستر فریز. تو شماره 7 دکتر ویکتور فریز رو داریم که یه دانشمند خلافکار بوده و چهرش به شدت جذابه. این آقای فریز یه سلاح یخزا داره که بهش امکان میده که بتمن هر غلطی که دلش خواست بکنه ولی سریع تبدیل به یخش کنه. برای همین بتمن هیچ غلطی در برابر این نمیتونه بکنه. لازم به ذکره که سلاح بنده خدا یه زمانی برای آماده سازی بسیار سریع دسرهای سرد تو رستوران‌ها استفاده میشه. این بنده خدا هم تو رستوران نقش المنت سرمایشچی یخچال بازی می‌کرد. این آجیمون یکی از سرسخت‌ترین دشمنای بتمن و حتی داستانی وجود داره که بتمن به دلیل مبارزه زیاد با این دکترمون یه جایشو از دست میده و از بروس وین تبدیل به عمه وین میشه. همین. شماره 6 پویزن آیوی. خب عرض کنم که بچه بیا پایین بیرم یک شما هم میگم. تو شماره 6 این خانوم با کمالات و جگر به نام پویزن آیوی رو میبینیم که خدایی از حق نگذاریم واقعا جذابه. البته ما به چشم خواهری نگاه میکنیم. این خانوم جذاب کلن تو کار گلوگی های و حتی من خبر دارم محمد سکسیبیل سر کوچه بعضی از جنسش از همین خانوم متشخص میگیره. این خواهر ما بعد یه مدت که کل شهر رو به هم ریخت رفت و چند تا شرور زن که اونام خیلی جذابن و بازم من به چشم خواهری بهشون نگاه میکنم تیم تشکیل داده در کل خیلی هم جیگر بودن. خلاصه حاجی بیا بازی بتمن جدیدم اومد. باش بینم دخترم داره توش. آره فکر کنم احمد سیستم بردار بیا بکنم تو امتحانه ریدی. میدونی برای چی؟ چون امتحان حضوری بود. اشکال نداره چون خودمم امتحان یه جوری ریدم که هنوز بوش میاد. شماره 5 پنگوان. توی شماره 5 این داداش خپلمون رو داریم که خدایی مثل پنگوئن راه میره. یعنی اون تو چیزام که بود مثل پنگوئن راه میره. یعنی این داشمون دست بیگ اسموک رو توی پرخوری از پشت بسته. ایشون یکی از قاچاقچیای بازار سیاهه و کلا فکر کنم آدم خفنیه، ولی شما این نگاهی بهش بنداز شبیه آدم برفی میمونه که آب شده یا چیزی بهش. حالا جدای از شوخی بچه‌ها، خدایی از این میترسید؟ نظرم خیلی ترسناک و خفنه. چرا از این میترسید؟ یعنی اس ام اس مشترک گرامی بسته شما رو به اتمام است برای من بیشتر ترسناک تا این یارو. آخه چیه که درست کردید؟ شماره 4 زن گربه. خب بچهای گل، تو شماره 4 ما یه عدد حوری بهشتی رو داریم که کلا کمالات از هر جای ایشون میباره. این خانم متشخص نمونه خیلی واضح اسکی رفتنه. اسکی است که از رو گربه سیاه داخل کمیک های مردن کبوتی، ولی در کل از اونم چیز جذاب تر یک کار در اومده و بتمن هم مثل خر روش کراش داره و این بنده خدا هم برای رسیدن به اهدافش از این بتمن به عنوان یه سیمپ استفاده میکنه. هه خدا چی میشد یه دونه از اینا به ما میدادیم زندگی ما انقدر بورینگ نبود آخه. آره خلاصه این بتمن ما هم همیشه یه ور دلش پیش این گیر میکنه و تصمیم میگیره که این گربه رو جذب خودش کنه، ولی خب گربه نمیخونه و بهش میگه نخوندم و محل زیاد به این خفاش بدبخت گاتام نمیده. اما یه روزی داخل یکی از این کومیکا بتمن و این با هم میرن توی خونه، درها رو میبندن، پنجره رو میبندن، بعدش هم با هم سیه. فکر کردم میخوام بقیهش هم بگم. یوتیوب لیمیت میزنه نمیشه گفت، ولی کارهای خوبی نمیکنم با. شماره 3 ریدلر. این ریدلی پدسک بیشور خر
شطور دنی ما رو تو سری بازی‌های بتمن سرویس کرده است، یعنی ماموریت‌های فری این بیشور از خطی داستانی بیشتره. خدای اگه بخوای ماموریت‌های فری ریدلر بری شده سالی 1405، اما هنوز یارانه ها سلا 5000 تومن است و جی تی ای 6 هنوز نیومده است. به شخص خودم تو بازی آخر ریدلر نخوندم و کلا کم حسابش نکردم و چسبیدم به داستانی اصلی. یه دروغ بزرگه، من عاشق شخصیت ریدلرم و من همه مرحله‌هاشو تو ته رفتم. اسم اصلیش ادوارد نیگماه و من خیلی دوستش دارم بچه‌ها. اینایی که میخونم خدا واقعی نیست، نارو نویسنده نوشته. تازه فکر میکنه خیلی باهوش است و اونایی که ماموریت‌ها رو میرن لطفاً از طرفی ما زوامه گشاد پسند یه تو دهنی محکمی به مشتری دل جهان خار بزنید. من میدونم اینو کسی نمیذاره، شاید نذاری تو ادیت، ولی من یکم توضیح در مورد ادوارد نیگما میدم. ادوارد نیگما یا همون ریدلر یکی از باهوش‌ترین آدم‌هایی که توی کمیک‌ها وجود داره. بعضیا میگن از جوکر هم باهوش‌تره. قبلاً توی GCPD کار می‌کرده، یعنی همون جایی که جیمز گوردون هم توش کار می‌کنه، ولی بعدش آدم بدی میشه. در ضمن دو شخصیتیه و توی سریال گاتهام پنگوئن که یه عاشقشه، ولی خب این چون استریته دوست نداره و میگسیکشو میزن. نمیدونم اینا میاد تو ادیت یا نمیاد، ولی من گفتم که گفته باشم و حقمو ادا کرده باشم. بای چی میبینی؟ یه کاکاسیای نادون تفنگ به دست. این تفنگ دریچه ایست که با توسل به ادیان مختلف میتوانید به بهشت بروی. بی خیال، از قدیم گفتن سگ کشتن نره، اینقدرم حقگون نباش. شماره دو، دو چهره. این آقای دو چهره نصف صورتشو لولو کنده و برده و تا قبل این اتفاق یکی از دوستای خوب بتمن بوده، اما بعدش اعصابش تکی میشه و کل گاتامو به فنا میده. از طرفی هم توی فیلم هم دیدیم که نامزدش توی یه بمبگذاری مبتلا به ایدز میشه و میمیره. این داشمون هم به بهونه همین اتفاق که توی فیلم صورتش با آتیش سوخته بود و اینجور داستانا عصبی میشه و میخواد بره بتمنو گره بزنه و رأس ساعت 9 بذاره بیرون دم آشغالا. بتمن هم با جدیت تمام میگه نخونده. خلاصه با هم دیگه درگیر میشن و بعدش هم دو چهره بدبخ از بالای ساختمون میفته پایین و بعدش هم ایدز گرفت. شماره یک، جوکر. و اما توی شماره یک عدد کاکا برادر دیوانه به شدت خفن رو داریم. جوکر اصلی ترین دشمن بتمن بوده و خواهد بود. این بنده خدا تو تمام عمرش مشغول دک کردن بتمن و به گاج دادن رابین های بدبختار از خود بتمنش بوده. لازم به ذکره که جوکر خفن ترین و محبوب ترین جنایتکار DC هم می باشد. من که به شخص طرفدار این حاجیمون هستم، من که به شخص خودم طرفدار این حیوان وحشی دیوونه هستم و هم بود. و البته باید بگم که جوکر عاشق هارلی کوینه، ولی نمیدونم چرا بعضی وقتا دیوونه میشه و هارلی کوین خوشگل ما رو به 8 روش سامورایی، 6 روش جانسختی، 12 روش کانگوری و آقا چقدر شما منحرفین. میخواستم بگم شکنجش میده ایش، اصلا به من نمیگم. اصلا میدونی خفاش چیه؟ تنها پستان داره پرنده است. نه، این چه جوابی بود که دادی؟ البته که اینطور نیست. خفاش همون گنجشکه، ولی با حجاب. خب، شاید برای تو سوال باشه که چرا هارلی کوین جزو این متن نبود. چون ما سکسیستیم. نه، چون که نویسنده بیشعوره. همین، هیچ دلیل دیگه ای نداره، نویسنده بیشعوره. و یه خبر بدم پشماتون از هایپ بودن این خبر بریزه. فرض کنید بتمن این بره، اسپایدرمن این بره. حالا این دوتا به فارسی با هم رپ بتل کنن. رپ بتلشو ما ساخته باشیم، ما گفته باشیم، بیتشو خودمون ساخته باشیم، انیمیشن سبودیش هم خودمون ساخته باشیم. یعنی میشه یه روزی همچین کانتنتی تو یوتیوب فارسی بیاد؟ بله، ممنتو داره یه همچین چیزی رو میسازه. منتظرش باشین و هایپش باشین، چون اون روزی که بیاد میخوام ویوی چنل ممنتو رو بفرم. بله، یه همچین چیز داریم میسازیم. خلاصه که هایپ شین. خدافظ. همونی که خیلی نایسه عمرنه سر کوچه وایسه حالا راه میره